بیندگان عزیز، همکنون در استودیو آقای غلام‌الدین عبادی استاد دانشگاه با ماست و بیشتر در این مورد برگزاری نشست ناتو در مورد افغانستان بحث میکنیم. اما پیش از بحث سپاسگزارم از اینکه با ما واریانا بودین. ادامه خبرها را داران نیوز دنبال کنیم. آقای عبادی، شما را بس خوش آمدید میگم. ابتدا میشه بگوین نشست ناتو برای افغانستان چقدر مهم است؟ سلام عرض ادب خدمت شما و بینندگان محترم تلویزیون آریانا. قسمی که نشست بروکسل سران یعنی اعضای ناتو جمع شدن و تاکید کردن که حکومت افغانستان صلح و مذاکره را پیش گرفته است و ما از نیروهای افغان ها ما حمایت میکنیم و این حمایت از آنها تا سال 2024 ادامه خواهد پیدا کرد و آنها تاکید ورزیدند که ما افغانستان تا زمانی که صلح به وجود نیاید ما رها نمیکنیم، یعنی ما باقی میمانیم تا که صلح در افغانستان صلح و ثبات پایدار به وجود بیاید. و تاکیدشان در روز ای بود، روی نکته دیگه ای بود که ما باید کشورهای منطقه نقش مهمی را بازی میکنند در امر صلح و ثبات. اینا باید با حکومت افغانستان قبل از همه باید همکاری بکنن و در امر مبارزه با حراست افغانی باید اینا تلاش بکنن تا صلح به وجود بیاید. چی فکر میکنین امی موضوعی که شما اشاره کردین که در این نشست به همچنان اعضای ناتو خطاب به کشورهای منطقه جمله روسیه، پاکستان و همچنان ایران گفتن که این کشورها نقش مهم را بر آوردن صلح در افغانستان بازی میکنن و از این کشورها خواست که بیشتر تلاش کنن تا در افغانستان در آوردن صلح کمک کنین. آیا فکر میکنین چی این موضوعی که اعضای ناتو گفته است که این کشورها چقدر ایرا جدی میگیرن و آیا این کار را خواهند کرد؟ اعضای ناتو تاکید ورزیدن که کشور پاکستان، ایران و روسیه چون که ما مرز مشترک با آنها داریم همکاری صادقانه بکنند تا صلح و ثبات در افغانستان به وجود بیاید و اگر صلح در افغانستان به وجود بیاید باورمند بایستیم که صلح در جهان به وجود بیاید. اگر جنگ وجود داشته باشد جنگ ها همه را فراگیر است چون که تروریسم میخواهند لانه هایش از بین برند. تروریسم حد نداره، مرز نداره، نژاد قوم نمیشناسه. اینا ممکن با ای تروریسم بر بگرده مثل که 11 سپتامبر بود امریکا صورت گرفت بالای کشورهای دیگه هم اینا سرایت بکنن. بالاخره دمی تاکیدشان همین بود که بعد در آوردن صلح و ثبات یعنی گام مثبت بعد در قدم نخست بعد کشورهای منطقه که به شمول پاکستان است، ایران است، روسیه است بعد اینا نقش مهم را دارن که بعد در آوردن صلح و ثبات مبادرت ورزن و این بسیار نقطه خوبی بود که اشاره کردن و در راه آوردن صلح و ثبات کمک مثبت میکنه. آیا کشورهای موضوع را جدی خواهند گرفت؟ اگر تاکیدات سران ناتو بازم بر اونا قسمی باشه که اگر یعنی همیشه تاکید بکنن و از اونا مواظبت بکنن تا صلح به وجود بیاره. اگر که مثلا تا یک اعلامیه که بود است، نشستی بود است که ما این موضوع را بیان کردیم که خب فکر نکنم که قبلا هم اعلامیه صورت گرفته بود و این برمیگرده برای تاکیداتی که از طرف خود ناتو، سازمان ناتو که یک قدرتمند از نی پیمان اتلانتیک است، اینا باید تاکید بکنن تا که این صلح به وجود بیاره. اگر تاکیدشون نباشه به نظر ما باورمند به این نیستم که صلح در افغانستان به وجود بیاره. تمویل نیروهای امنیتی تا سال 2024 یکی از موضوعات و محور برجسته این برای پایین داشتن جنگ کمک میکنه در افغانستان. چی فکر میکنین که اعضای ناتو گفته تا سال 2024 ما کمک میکنیم به نیروهای امنیتی؟ فکر میکنین با افزایش نیروهای امنیتی و همچنان تمویل نیروهای امنیتی میتونن نقطه پایان به جنگ در افغانستان باشه؟ جنگ در افغانستان جنگ نیابتی است. جنگ در افغانستان این نیست که افغان ها با هم جنگ بکنند. ما شاهد در روز عید ما بودیم، افغان ها خواستن در آتش بسی که 3-4 روز بود افغان ها با هم صلح دارن. اگر جنگ دام داشتن صلح هم دارن. این زمان نمیخوان که افغان ها با هم جنگ کنند. از سالیان قبل هم ما شاهدش هستیم که افغان ها با هم دیگر جنگ نکردین، تعصبات هم وجود نداشتن. آن چیزی که مهم است جنگ نیابتی در افغانستان که خارجی ها دامن میزنن برای منافع ملیشان میخوان که افغانستان به همین قسم باید بگذارن.
در اینجا است که ما افغان ها باید همگرایی و یک پارچگی خود و وحدت ملی خود حفظ بکنن تا در مقابل تروریسم باید بجنگن و صلح و ثبات رو به وجود بیارن. بله. موضوع دیگر این که در این نشست سران حکومت وحدت ملی آقای عبدالله و همچنان آقای غنی در این نشست اشتراک کردن. چی فکر میکنین این رهبران چی باید کنن از این که فشار جدی از سوی اعضای این ناتو بر پاکستان وارد شود و پاکستان رو وادار به این کنن تا دست از حمایت از لانه های امنی که گفته میشه در اون سوی خود خط دیورند دستک بردارن؟ اگر سران عضو سران ناتو اعلامیه را صادر کردن و نشر کردن که تاکیدشان همی بود که باید صلح به وجود بیاید و در صورتی که صلح به وجود نبیه باید حکومت افغانستان حکومت وحدت ملی باید موضوع بشوری امنیت ملی باید واگذار بکنن و تا زمانی که شورای امنیت سازمان امنیت بالای کشورهای منطقه فشار وارد بکنه که لانه های تروریسم از بین برن قسمی که قبلا حکومت اوباما رئیس جمهور اوباما اسامه بن لادن در خاک پاکستان از بین برد همین قسم باید تلاش بکنن تا لانه هایی که در پشت سر مرز وجود داره باید اونا را از بین برن و کسایی که اونا را تمویل میکنن شاید باید اینا را پولایشان که در غرب هستن قرنطینه میکنن رفت آمدشان را منع بکنن و در جایی که اونا تروریسم تمویل میشه تجهیز میشه باید بمبارتمان صورت بگیره تا زمانی که تروریسم باید از جهان باید محو شوه نه تنها از افغانستان. بله. بعضی آگاهان امور سیاسی بدین باور هستند که طالبان هم در صفوفش کسانی هستند که نمیخواین طالبان را وادار به میز مذاکره با گفتگو با حکومت افغانستان کنند، همچنان در صفوف حکومت هم چون این اشخاص هستند و به خاطر فواید خودان پول میگیرند و نمیمانند که این گروه طالبان و همچنان حکومت افغانستان با هم در یک میز گفتگو بین وصل کنند. چی فکر میکنین آیا چنین است؟ طالب ها سه گروهی که در صفوف یعنی مخالفین حکومت افغانستان که به صفوف طالب ها قرار دارند سه گروه توسط طبقه مردم هستند که یک طبقه از اونها یعنی جنگ های عقیدتی میکنند که ما میگیم افغان در افغانستان امریکا آمده از در افغانستان خارجی آمده است ما علیه این میجنگیم و بر علیه حکومت افغانستان جهاد اعلان کردن و یک طبقه است که استخبارات کشورهای خارجی است که همراهشان قرار دارن و جنگ میکنن با حکومت افغانستان یک طبقه است که زیر از قانون فرار کردن از فشارهایی که در حکومت افغانستان آورده مثلا یا مالیات بود یا بعضی موضوعات دیگه بود است که اونا در قبال داشت اونا از حکومت فرار کردن یا قتل کرده بودن کشتار کرده بودن از اونا رفتن از افغانستان در صفوف طالبان جابجا شدن اینا هم به زعم خود با طالبان یک جا شده با حکومت افغانستان می جنگن یعنی اگر خود افغان ها باشه و افغان ها صلح دارن افغان های زمان با هم نمی جنگن افغان ها وحدت همدیگری و برادری خود حفظ کردن همیشه هم قسمی که با گذشته ها ما شاهدش بودیم و حکومت های سابق افغان های زمان با هم جنگ نکردن این جنگ است که تحمیل شده است از کشورهای خارج مثل کشور سوریه فعلا در کشور سوریه روان از این جنگ نیابتی روان است که امریکا هم می جنگه و روسیه هم می جنگه در افغانستان همین جنگ ادامه داره اگر به خود افغان ها باشه افغان های زمان نمیخوان که جنگ بکنن صلح به وجود میاد. بله. پس به گفته شما تا زمانی که این جنگ نیابتی است و همچنان منافع کشورها داخل در افغانستان است پس کاملن. امید نباید داشت از اینکه صلح در افغانستان خواهد آمد؟ ما امیدوار هستیم ملت افغانستان به با این باورمند باشه که صلح به وجود میاد صلح اگه بخواین نخواین صلح به وجود میاد ما میخوایم که این صلح بعد قبل از وقت باید به وجود بیاد و در اینجا افغان ها باید همپارچگی یک وحدت ملی و همگرایی خود حفظ بکنن و بتوانیم که دشمن هم به همین قسمی که ما شکست داده میشه قبلا بعد ما بازم شکست بدیم نگذاریم که دیگر کشور خارجی ها بیان در اینجا ما با شاهد قدرت های ما جنگ های نیابتی از کشور ها باید باشیم. موضوع همگرایی رو که اشاره میکنین از دید شما چی باید چه از این که این موضوع همگرایی به وجود بیاد؟ از دید ما همیشه باید متحد باشن، همیشه باید اتفاق داشته باشن، با حکومت باید همکار باشن، فاصله بین حکومت و با ملت باید کم باشن. اینجاست که ما میتونیم ما صلح وجود بیاد. در کشورهای دیگه ما تا زمان ما قبلا تجربه که داریم کسایی هستن خود ما ملت با حکومت کمک میکنن
و اوجه نه پلیس وجود داره، نه اگر دوز می باشه، اگر راهزن می باشه، اگر قاچاقبر یا هر کسی که می باشه، ملت است که با حکومت همکاری میکنه تا او قطع طریق، تا او راهزن، تا او دوز بالاخره به چنگ پلیس و به چنگ حکومت میفته. ای با جامعه، جامعه بسیار سالم است، این بدور از همو تروریسم، بدور از دهشت افغان نباشه. اگر حکومت، اگر ملت افغانستان، همگرایی من هدفم بایستی اگر ملت افغانستان با حکومت خود همکاری بکنه صادقانه و با حکومت همکار باشه، دیگر تروریسم وجود نداره. دیگر اگر جنگ نیابتی هم باشه، کشورهای خارج نمیتونن که با آن چنان که آل میتونن مثلا قبلا دست بالای داشتن، نمیتونن که با او موج اعظمی خود بازم با کار بکنن، در دهشت افغانی اونا کار بکنن، تعصبات دامن بزنن و امثال هم دیگه. آقای عبادی، برخی از آگاهان باید این باورن که چونین پیش از این هم نشست ناتو برگزار شده بود در مورد افغانستان، در مورد سال و همچنان تجهیز و تنوین نیروهای امنیتی. اون نشست پس از این چند سال که گذشت باز هم نتیجه آنچنانی که باید میداد ندادک. و حالا چی فکر میکنین؟ این نشست هم یعنی نتیجه خواهد داشت از این که در آینده بتوانه طالبان را وادار به این بسازه که به میز گفتگو با حکومت افغانستان بید؟ حکومت نوپا است، یعنی در حال گذار است و امی که در امر کمک مالی برای نیروهای نظامی افغانستان اینها کمک میکنن، این هم بسیار یک رایی است که پیشرفت است که برای آوردن صلح و ثبات، برای از بین بردن تروریسم بسیار کار میکنه، چون که افغانستان، حکومت افغانستان حکومت نوپاس، حکومت جوان است. قبلا حکومت های سیاه وجود داشت، حالا حکومت ما حالا به خودکفایی رسید است. آنچنان که وجود داره ما امیدوار هستم که حکومت افغانستان به دوج گرفت و انتقال مسئولیت‌ها را به دوج خود گرفت. اما تا سران ناتو اگر اونا تجهیز نظامی هم بکنن، برای که کمک مالی میکنن، تجهیزات نظامی بکنن مثلا به نیروهای نظامی را، ما در اینجا باورمند هستیم که افغانستان بر پای خود استاد میشه، افغانستان خودکفا میشه و تروریسم هم از بین نبره، بالاخره سر به وجود میاد. سپاسگزارم غلام مهی‌الدین عبادی، استاد دانشگاه، از حضورتان در برنامه. از شما هم چنان تشکر.